متن مصاحبه رسانه رخشانه با نجیبه ابراهیمی. پیشگفتار. نجیبه ابراهیمی در آزادی زندگی می کند. این محله ساو پاولو است که این زن 33 ساله در آن ساکن شده است و پس از فرار از دست طالبان با آنچه که او احساس می کند سرانجام با آن دست یافته است. ابراهیمی که یک قهرمان برای حقوق زنان و دختران هزاره بود، در یک مکتب دخترانه در شهر غزنی در جنوب شرقی افغانستان بیولوژی تدریس می کرد و عشق خود به ورزش را با دانش آموزانش شریک می کرد. زمانی که گروه افراطی طالبان بازگشته بود، او را به یک هدف تبدیل کرد. در پایان ماه آگوست او تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز از سوی مردان مختلف با شماره تلفن‌های مختلف دریافت کرد. ابراهیمی می‌گوید: گفتند نباید زنده باشی، اگر اینجا بمانی می‌میری. از این رو دانستم که باید بروم. او فرار کرد. پدر و مادرش چندین سال قبل افغانستان را به دلیل آزار و اذیت قومی ترک کرده بودند و او قصد داشت در برزیل با آنها بپیوندد. در حالی که او دختر نوجوانش، برادر و پسر کاکایش از کوههای پاکستان عبور می کردند، والدینش برای گرفتن ویزا برای آنها تلاش می کردند. اکنون ابراهیمی در ساو پاولو به همراه خانوادهش در رستوران افغانی آنها به نام کوی بابا که به خاطر کوههای سرزمین قومیش نامگذاری شده کار می کند. این یک شروع جدید و بازگشت به چیزی است که او بیشتر دوست دارد، زندگی با خانواده و آزادی برای خودش. متن مصاحبه. سوال: بیشتر از همه دلت برای چی در افغانستان تنگ شده است؟ جواب: شاگردانم. مکتبی که در آن تدریس می کردم دانش آموزان 6 تا 18 ساله داشت، اما من در 2 سال اول دوره متوسطه را تدریس کردم. من اولین معلمی بودم که آنها را وارد دنیای ورزش کردم. من در مکتب مسابقات والیبال برگزار کردم، حتی به بعضی از دخترانی که می‌خواستند به المپیک بروند کمک کردم. سوال: چی چیزی شما را در مورد خانه جدیدتان شگفت زده کرده است؟ جواب: زنان اینجا آزادی دارند. آنها می‌توانند آنچی را که می‌خواهند بپوشند، آنچی می‌خواهند انجام دهند. آنها نباید بترسند. سوال: برای آرامش خود چی کار میکنی؟ جواب: من قدم زدن را دوست دارم. اینجا میتوانم در سرک ها اطراف محله ام قدم بزنم و اینجا امن است. سوال: وقتی با آینده افغانستان فکر میکنید چیزی به ذهنتان میرسد؟ جواب: افغانستان دیگر آینده‌ای ندارد. سوال: حالا چی غذاهای جدیدی می‌خورید؟ جواب: غذای اینجا گوشت خوک و پنیر زیاد دارد. بنابراین پیدا کردن چیزهای جدید که دوست دارم سخت است، اما من چیپس را دوست دارم. سوال: دارایی مورد علاقه خود را که با خود دارید توصیف کنید. چرا این قدر برای شما خاص است؟ جواب: هنگام خروج نتوانستم چیز زیاده با خود بیاورم. تمام چیزی که آوردم لباس و پرده نقشداری بود که خودم گلدوزی کردم. پرده 2 متر طول دارد. 1 سال طول کشید تا آن را تمام کنم. مادرم گلدوزی را به من یاد داد و این چیزی است که از طریق زنان خانواده ما منتقل شده است.
سوال: یک کلمه را برای توصیف خود انتخاب کنید. جواب: آزاد. به خاطر این است که اینجا هستم، من نمیتوانم به افغانستان برگردم. آنجا زندگی برای زنان وجود ندارد. سوال: وقتی به طالبان فکر میکنید، چی کلمه به ذهنتان میرسد؟ جواب: فاشیسم. آنها مردم بدبخت و بی‌نوای هستند. سوال: یک سال بعد خود را کجا می‌بینی؟ جواب: اینکه پرتغالی را روان صحبت کنم.